با درود بر شما هموطنان گرامی، آخوند سر تا پاش به جنایت و کثافت بنده. امروز 28 مرداده و خب مصادفم شده با عاشورای دهه 60 قمری. در عاشورای دهه 60 قمری، اینطور که خودشون میگن سال 60 قمری، 61 60 نمیدونم، 72 نفر که خودشون میخواستن برن به جنگن کشته شدن. آخونده ها چسبیدن ول نمی کنن. اما در عاشورای آبادان 600 نفر انقلابیون کثیف، آشغال، جنایتکار و نکبت 57 که از زمانی که پا گرفتن خونریزی ملت بدبخت شروع شد تا هنوز که هنوز داره کشته میشه، سینما رکس آبادان آتیش زد. 600 تا، حالا بین 400 تا 600 تا انسان بیگناه زنده زنده تو آتیش سوزندن. چند روز پیش ویدیوی منتشر شده بود از زنجان که یک مشت آشغال کرخر بیشعور 72 تا کبوتر آتیش زده بودن. چه عکس العملی داشت که واقعا هم میگفتن که اینا باید دادگاهی بشن این کثافتا. اون زمان انقلابیون 57 600 تا انسان رو زنده زنده سوزندن. بعدم میگفتن مقصر ساواک بوده و شاه، مینداختن گردن شاه و ساواک. بعد از انقلاب هم که انقلاب اسلامیشون پیروز شد، اون منتظری دجال، بالاخره کسی که بانی این کار بود، میگفتن فردی به نام حسین تکولی زاده، اما نامه داده بود، این برای انقلابی کاری کرده بود. ببینید حالا این اصلاح طلب مثل اصلاح طلب ها چسلن داری کنه منتظری که این پدر حقوق بشر ایران بودی کثافت نکبت گربه نره. عاشورای ایران و عاشورای آبادان سینما رکس آبادان بود. حالا تمام این مکی مصدقی ها اتفاقا 28 مرداد همزمان شده با اون ضد کودتای زین العابدین بیمار، اون ملا محمد مصدق که مهره انگلیس بود، اسمش میزنن رهبر ملی، تو همه توالت اروپا عکس داره ولی یه دونه عکس تو یه مکان تاریخی ایران نداره به عنوان رهبر ملی چپاندنش به ملت و به یه مشت آدم بی سواد. همیشه میان از اون صحبت میکنن ولی هیچگاه راجع به این عاشورای آبادان صحبت نمیکنن. واقعا حماسه دردناکی بود و اگر ملت هم موقع یک جو شعور داشتن که آخوند میخواد جنایت کنه، آخوند با جنایت میخواد کشور رو قبضه کنه و پیش ببره، دنبال سر آخوند را نمیافتادن. و آقا در مقابل ظلم و جنایت ساکت نشید، حداقل حرفتون رو بزنید. در مقابل مشت کرخر وایسید. هنوز که هنوز نمیدونم با وضعیت کرونا یه مشت جمع میشن بین گوسفند دور هم هی تو سر زدن حسین حسین کردن. خب کرخر سب کن تا این کرونا تمام بشه، باید بزن تو سر تا جون دست ماتحت در بری گم بشه. من نگفتیم عباس شفا میده؟ عباس چند تا کرونای شفا داد؟ توف بر آدم دروغو. جمع کنین خرافات و مزخرفاتتون. Yeah.